از زمانی که قدرت خارجی و در این مسئله ایران از داخل خاک خود به دلیل فشار قدرت سیاسی کشورش به کشور دیگری حمله می کند، رهبران به طور مستقیم به همدیگر پاسخ می دهند فرق اینجاست که ایران قبلا به نیروهای نیابتی اتکا نموده است و پاسخ اسرائیل به کشورهای سومی مثل عراق سوریه و لبنان خواهد بود این حملات از خود ایران صورت گرفته است به همین خاطر پاسخ اسرائیل مستقیما متوجه ایران خواهد بود ما باید اقدامات اسرائیل را نیز در نظر بگیریم که چطور حملات انجام دادند و چطور مقامات امنیتی یا اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را هدف قرار دادند از حمله 7 اکتبر بدین سو و حتی قبل از آن آنها هر کدام اقدامات نموده اند و در نهایت این مسئله به حملات ایران علیه اسرائیل انجامید و به همین خاطر اسرائیل بر علی خود ایران حمله خواهد کرد اسرائیل تاکنون در پاسخ به عمل ایران به این کشور تصمیم نگرفته و ایالات متحده گفته که مربوط به اسرائیل است که به این مسئله چطور رسیدگی میکنن یا چی پاسخ خواهند داد نظر شما در این مورد چی است که این مسئله بر در کل وضعیت جنگ در شرق میانه و تعامل سیاسی در منطقه چی تاثیر جا خواهد گذاشت با روش هایی که ممکن اسرائیل به حملات اخیر ایران پسخ دهد حملات هوایی در داخل ایران خواهد بود حتما این است که کابینه اسرائیل روی نحوه حملات هوایی و انجام آن بحث دارند که این حملات کم یا زیاد باشد خطر آن تا چه حد متوجه اسرائیل است و مهمتر از این که حمله اسرائیل به رابط این کشور با ایالات متحده چی پیامد خواهد داشت این مسئله بسیار مهم است امیدوارم که ایرانی ها و اسرائیلی ها بدون پرسش از متحدین خود این کار را نکنند این بحث ها در اسرائیل در جریان است که از حمله متقابل بگذرند و بیشتر روی جنگ در غزه علیه هم تمرکز کنند و اینکه به عملیات زمینی در رفع اقدام کنند یا خیر طبق گزارش های یکی از مقامات امریکایی گفته که ایران ایالات متحده را از حمله به اسرائیل آگاه ساخته بود به نظر شما تبادله همچون معلومات استخباراتی محرم تا چه حد بین دو کشور کان داره و این مسئله آیا معمول است؟ وقتی ایران خواسته به منطقه شرقی میانه که در آن ایالات متحده حضور و وسیع دارد را که پراگرین کند واضحاً می داند که قدرت بزرگ خارجی در منطقه ایالات متحده است و باید ایالات متحده را آگاه می ساختند. این مسئله مربوط به نحوه هشدار می شود اکنون که ایرانی ها احتمالاً به طور مشخص از طریق خصوصی یا پنهانی به امریکا گفتند که ما حمله میکنیم و قصد آنها این نبوده که بگویند اسرائیل از خود دفاع کند اما بیشتر از نظر ایرانی ها هشدار دادند که این کار را میکنند که باعث درگیری با امریکا نشود این مسئله یکی از عناصر مهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است که آنها با خصومت بیشتر رفتار می و از گروه های دشمن در منطقه حمایت می و از این طریق امنیت ملی و علایق خود را حفظ می و تلاش می که جنگ بیرون از سرحدات ایران پیش برود و همین خاطر با شلیک میزایل و درونها از داخل خاک این کشور رهبران ایران خطر را پذیرفتند و می که در برابر آنها حملات تلفی جایانه صورت خواهد گرفت روی این دلیل فکر میکنم کنم که آنها ممکن است این مسئله را تا یک سطح وسیع گسترش بدهند بار دیگر اتفاق می افتد و دیده شود که حملات تلافی جویانه انجام خواهد شد یا خیر موقف یانات متحده در قبال مسئله شما چطور از روی میکنین و هر نوع روی, روی نظامی بین اسرائیل و ایران تا چه حد بر حضور یانات متحده در منطقه تاثیر گذار خواهد به نظرم حمایت ایالات متحده از اسرائیل به طور واضح در مجلس نمایندگان امریکا مورد بحث است و بحث های جاری را معلق ساختند در قسمت پرداخت کمک به اسرائیل تایوان و اوکراین جمهوری خان به نظرم مانند سالهای قبل برخی از متون را در می آورند که به طور سنتی بتوانند کمک ها به اسرائیل را بتی سازند و اثار آن را به خاطر عملیات در غزه کنترل کنند و به مسئله دفاع از اسرائیل در برابر راکت های بالستیکی و حملات درون ایرانی آن را رب دهند. در قسمت حضور نظامی امریکا در منطقه فکر نمی کنم تغییر تغییری رو گردد. واضحا اگر حمله صورت گیرد با آن پاسخ می قوای نظامی ایالات متحده در شرق بحیره مدیترانه عملیات دارند و در هر دو طرف قوای بحری و هوایی ایالات متحده برای دفاع از اسرائیل جابجا شده و فکر نمی کنم در آینده ای نزدیک کدام تغییری به وجود بیاید.